خب بچه تو این ویدیو کوتاه میخوام در رابطه با این صحبت بکنم که چرا یاد گرفتن MySQL یا SQL خیلی مهمه. همونجوری که میدونین SQL مخفف Structured Query Language هست. Structured Query Language یعنی چی؟ یعنی یک زبونی که ما بتونیم داده ها رو توی هارد درایومون سیو بکنیم و بعداً بتونیم به صورت لنگویج یا زبون، حالا نه مثل برنامه نویسی ولی به صورت یه زبونی بتونیم اطلاعات رو بگیریم از این به قول معروف دیتا سنتر یا دیتا بیس، پایگاه داده ها، داده های هستش داخل وب هست. اینجا میخوام در رابطه با این صحبت بکنم که چرا این قضیه مهم هستش. خب اولین قضیه که مهم هست در رابطه باش صحبت بکنیم اینه که شما اصلا باید بفهمید که ما چرا از پایگاه داده ها استفاده میکنیم که این اطلاعات رو سیو بکنیم. میدونی که پایگاه داده ها میتونه هر چیزی باشه. من میتونم به صورت مایکروسافت اکسل یا اسپریدشیت دیتا رو داخل کامپیوترم ذخیره بکنم، ولی این باعث نمیشه که دیتایی که من میخوام بگیرم با زبان برنامه‌نویسی خیلی راحت بهم برگردونده بشه، چون باید بره داخل هارد درایوتون و اون اطلاعات رو پیدا بکنه. بنابراین شما شاید بگید که آیا اسپریدشیت یا مایکروسافت اکسل یا نامبرز اپل اینا خودشون به قول معروف دیتابیس هستن، اینا میتونن مثلا فایل های سی اس وی درست بکنن، فایل های اسپریدشیت درست بکنن. فایل ها خودشون یه جورایی دیتابیس هستن. حالا مخفف، حالا تلفظ اصلی دیتابیس دیتابیس نیست، دارابیس هست، میگن داتابیس. پس حالا ما اینجا میگیم دیتابیس مهم نیست، ولی خب تلفظ اصلیش دیتابیس هست. حالا ما چند نوع دیتابیس داریم؟ ما استراکچر کوئری لنگویج داریم مثل SQL، Redis داریم، خود همین SQL از MySQL تشکیل شده، از SQLite تشکیل شده و از Postgres تشکیل شده و حتی از Oracle تشکیل شده. اگه بخوام لیست اینا رو بگم، MySQL هست، PostgreSQL، Oracle، SQLite، MariaDB که خودش یه جورایی مثل همین MySQL هست، ورژن بهترش هست، گوگل کلاود، آمازون AWS، آرورا، اوراکل کلاود، حتی هواوی هم برای خودش حتی چیز داره، دیتابیس داره، منگو دی بی و حتی ردیس. اینا همشون دیتابیس هستن و بهترین اونا چیزی که خیلی بیشتر ازش استفاده میکنن SQL هست. حالا SQLite به صورت فایل هست، فایلی ذخیره میشه داخل لپتاپتون. MySQL هم فایلی هست ولی اینجوری نیست که شما بتونید فایل رو دیلیت بکنید. SQLite قابلیتش خیلی کمتر از MySQL هستش. بنابراین به خاطر همین هم هستش که همه از MySQL یا از PostgreSQL و حتی از Oracle استفاده میکنن. اما یاد گرفتن همینجوری فقط MySQL، یاد گرفتن Select All From Users نمیدونم یه همچین چیزی، این کافی نیست. شما باید کاملا ریلیشنال دیتابیس رو یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی یک جدول چجوری به یک جدول دیگه متصل میشه، بهش میگن ریلیشنشیپ. فورن کی رو یاد بگیرید، ارتباط جدول با خودش رو یاد بگیرید، پولیمورفیزم رو یاد بگیرید، رابطه وان تو وان، وان تو منی، منی تو منی و حتی پولیمورفیک منی تو منی رو یاد بگیرید. اینا خودش خیلی زمان میبره و باید اینا رو به صورت به عنوان بک اند یاد بگیرید. اگر بتونید دیتابیس رو یاد بگیرید، اون موقع شما میشید بک اند دیولپر خوب. الگوریتمی که شما برای بک اند مینویسید بیشترش کار با دیتابیسه. مثلا داخل کنترلراتون که مینویسید میره داخل دیتابیس، دسترسی به کاربرا پیدا میکنه و اون رو به صورت جیسون به فرانت اند برمیگردونه. تمام الگوریتمایی که شما با جاوا اسکریپت مینویسید یا با پی اچ پی مینویسید مثل همه، شما ریورس دارید، مثلا اری ریورس دارید داخل جاوا اسکریپت هم همین فانکشنی رو دارید، یا نمیدونم اری فلیپ دارید شما داخل جاوا اسکریپت هم میتونید این کار رو انجام بدید. فرق بک اند دیولپر خوب با فرانت اند اینه که، یا با بک اند های دیگه اینه که بتونید اس کیو ال رو از بر بکنید. و مشکلاتی با اس کیو ال پیش میاد مثل n+1 یک مشکل بزرگه که داخل فریم ورک های لاراول و روبی آن رایلز میبینید. مثلا شما میگید که یه جدول یوزر به یک جدول دیگه متصل میشه به نام جدول پست. خب و وقتی که شما ایگر لود نکنید، در رابطه تمام اینا درس دادم، میتونید ویدیوهای MySQL رو نگاه بکنید، در رابطه با SQLite درس دادم، MySQL، PostgreSQL، اگر جدول یوزر با جدول پست در ارتباط باشه، وقتی شما میگید تمام
کاربرا رو لود بکن. وقتی کاربری رو لود میکنید، حالا داخل زبانهای برنامه‌نویسی مثل PHP داخل ویوتون میگید که خب حالا کاربر بدون اینکه ایگر لود بکنی، من میخوام بگم که این پست متعلق به کدوم یوزر هست، بدون اینکه ایگر لود بکنی مثلا میگی که یوزر پست مثلا بشمار ببین چند تا پست داره. اگر ایگر لود نکنید یه مشکلی پیش میاد به نام n plus 1 problem، یعنی این مشکل n به علاوه 1 و باعث میشه که یه فریمورک مثل لاراول یا روبی آن ریلز یا جنگو برای هر کدوم از این کاربراتون، فرض بکنید شما 10,000 تا کاربر دارید، 10,000 تا دیگه کوئری باید درست بکنه که اینا چیکار بکنه، پست‌هاشون رو لود بکنه. حالا فرض بکنید که یه کاربر، یه دونه کاربر 1,000 تا پست داره، با اون پست دوباره 1,000 تا چیز داره، 1,000 تا کامنت داره. میدونید چی میگم؟ پس بنابراین اینا رو باید یاد بگیرید، چیزایی مثل ایگر لود، مثل لیزی لود که داخل MySQL هست. مگه اینا رو یاد نگیرید، خب وبسایت یا اون اپلیکیشن که میسازید فوق العاده سرعتش کم میشه و تکنولوژی و کمپانی های بزرگی مثل اپل و گوگل اینا این چیزا رو میدونن و وقتی از این دیتابیس ها استفاده میکنن مثل فیسبوک، ببینید که این مشکلات ندارن، چون میدونن کجا ایگر لود بکنن، کجا لیزی لود بکنن. مشکل اصلی که بیشتر برای اپلیکیشن ها به وجود میاد، مخصوصا اپلیکیشن هایی که الان ما داریم درست میکنیم که با میلیون ها فایل یا ویدیو در ارتباط هست، اسکیلیبیلیتی است. اسکیلیبیلیتی یعنی اسکیل کردن هوریزونتال یا ورتیکال. ورتیکال یعنی عمودی، هوریزونتال یعنی افقی. حالا ورتیکال یا هوریزونتال مهم نیست اسمش، یکیش بیشتر به قول معروف باید از دیوآپس استفاده بکنید، مثلا چند تا سرور داشته باشید که جمعیت رو بهش میگن لود بالانسینگ، بفرستید این ور اونور که جمعیت داخل یک مثلا 60 میلیون که نمیتونن داخل یه وبسایت همزمان برن، باید اون وبسایت لود بالانسینگ کنه. اینا رو بهش میگن اسکیلینگ، حالا هوریزونتال یا ورتیکال. ولی اسکیلینگ دیگه هم داریم، مثل SQL رو باید اپتیمایز بکنید، مثل مموری رو باید اپتیمایز بکنید. این چیزها رو باید یاد بگیرید و MySQL این قابلیت ها رو داره، مثل لیزی لود کردن، مثل اپتیمایز کردن، مثل ساب کوئری، مثل نمیدونم کاونت کردن، مثل اینکه جوین تیبل رو جوین کردن، لفت جوین داریم، رایت جوین داریم و اینر جوین داریم. تمام اینا رو باید یاد بگیرید. فکر نکنید فقط SQL یاد گرفتن اینکه select all as user و تمام شد رفت، ما تمام کاربرها لود میکنیم دیگه، فریمورک هندل میکنه، ما کاری نداریم که سرعت اپلیکیشن به چه صورت است. اپلیکیشن ساختن اینجوری نیستش که فقط شما یک بک اندی رو بنویسید، کدش رو الگوریتم بنویسید، فرانت اند هندل بکنه، نه، سرعت و اسکیلیبیلیتی باید زیر نظر شما باشه و ریفکتور کردن. اگر به این دو تا چیزا فکر نکنید، مثل ریفکتور کردن، مثل اسکیلیبیلیتی، مثل اپتیمایز کردن، شما بک اند دیولپر جونیور هستید. اینو باید بهتون بگم، فرق جونیور و سینیور همینه. جونیور میتونه کدای که شما بنویسید بنویسه، ولی سینیور میاد چیکار میکنه، یا تکلید میاد چیکار میکنه، میاد اپتیمایز میکنه اپلیکیشن ها، جاهایی که میبینه سرعت خیلی کمتره بررسی میکنه، آودیت میکنه، بهش میگن آودیت کردن، و میبینه کجا چرا اینقدر کمه، چرا اینقدر درخواستی که ما به سرور دادیم طول کشیده. و بیشتر این موقع به تجربه من دو تا مشکل پیش میاد، یکی مموری که شما داخل ازش استفاده میکنید، حالا CPU کمتر پیش میاد، مشکل CPU داخل وب سرور، ولی یکیش مموریه که خیلی مموری زیادی ندارید، میبینید 2 گیگابایت یه سرور 2 گیگابایت مموری داره، 2 گیگابایت چیزی نیست امروزه که. یکم مشکل چیه؟ مشکل SQL که این مشکل SQL برای شما مشکل هارد درایو به وجود میاره، چون اگر SQL تون یا همون مموری به وجود میاره، مثلا یکی از مشکلاتی که داخل SQL داره که خیلیاتون ممکنه اصلا بهش تالو تو این ویدیو فکر نکردید، اینه که ما ماکس کانکشن داریم داخل MySQL. مثلا شما یک دارید از فریم ورک استفاده میکنید، جاب رو با یه تیبل به اسم جابز هندل میکنه، خب این داخل این تیبل جابز 50,000 رکورد هست، شما یه دفعه 50,000 رکورد رو نمیتونید بفرستید داخل تیبل جاب. برای چی؟ برای اینکه ماکس کانکشن MySQL مثلا 500 تاست یا 1000 تاست، میدونی چی میگم؟ و این تیبل قفل میشه، اپلیکیشن کلن کار نخواهد کرد و CPU مموری میره بالا، و بعد این چیزا در نظر بگید. به خاطر همین هست که تو این توییتر میری، تو این جای مختلف میگید، میگن که بهترین چیزی که میتونه جاب رو هندل بکنه ردیس هست مثلا، چون یک دیتابیس دیگه هستش که MySQL خیلی سرعتش بیشتر از MySQL و میتونه این جاب رو هندل بکنه، یا نمیخوان که شما کیو یا صف هایی که داخل فریمورکاتون دارید، کیو کش سشن
و این چیزها رو نمیخوان که شما با همین MySQL هندل بکنین. اینا چیزهایی که مرتبط هست به اپلیکیشنتون. اگه چیزهایی که مرتبط به اپلیکیشنتون هست مثل سشنه، مثل گفتم کشه، کیوه و چیزهای مختلفی که به اپلیکیشن ربط داره، بهتره از Redis استفاده بکنین. ولی اگر نه Redis ندارید، بهتره از سرویس های دیگه استفاده بکنین. همه این چیزها رو نذارید تو گردن MySQL یا SQL، ولی اینکه سرعت اپلیکیشنتون با SQL خیلی میاد پایین. من میخوام تو این آخر این ویدیو بگم که درسای MySQL دادم، همه رو دادم، در رابطه باش صحبت کردم. چیزایی که مپسایی که شما به عنوان بک اند بدونید خیلی مهمه و این ویدیو در رابطه با برنامه‌نویسی بود. همونجوری که دیدید باید بدونید که چجوری لیزی لود بکنید، ایگ لود بکنید، مشکل ام پلاس 1 رو برطرف بکنید. گفتم دیگه ما مهندسای SQL مثل زمان قدیم نداریم. زمان قدیم چجوری بود؟ شما یه برنامه‌نویس بک اند بودید، یه برنامه‌نویس SQL داشتیم که اون SQL رو می‌نوشت، به شما میداد، شما به عنوان بک‌اند پیاده می‌کردی و اون کد رو می‌دادی به فرانت. الان دیگه اون قضیه نیست. بک‌اند و SQL دیولپرها شدن یکی و به خاطر همین حقوقشون رفته بالاتر. وگرنه SQL بود، SQL دیولپر داشتیم مثلا 30,000 دلار در سال می‌گرفت، بک‌اند دیولپر داشتیم مثلا 5,000 دلار می‌گرفت. الان اونا شده ادغام شده به هم، چون کسی دیگه SQL دیولپر نمی‌خواد. کسی انتظار دارن که شما به عنوان بکند SQL رو خوب بلد باشید. پس حتما یادتون نره که MySQL و درس SQL رو نگاه بکنید و خودتون تو SQL ببرید بالا. خیلی توی کمپانیا در رابطه با این SQL و سوالایی که چطوری ما از این چطوری میتونیم اپلیکیشن رو اسکیل بکنیم سوال میشه. فرق یک بکند جونیور و بکند سینیور و تکلید اینه که شما بتونید از SQL و اپتیمیزیشن به نوع احسن استفاده بکنید. شما رو توی دیگه ویدیوی دیگه میبینم. فعلا خداحافظ.